بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض عدم. خدمت دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد تا با یک آموزش دیگه در خدمتتون باشم این سه دوره قبلی در واقع دوره اولمون دوره مقدماتی قرارداد نویسی تجاری بین مللی بود دوره دوممون دوره پیشرفته قرارداد نویسی تجاری بین و مللی بود و دوره سوم که پیش زمینه این دوره هستش دوره مقدماتی مذاکرات تجاری بینالمللی هستش که ما در خدمت شما عزیزان بودیم و این دوره هم که دوره پایانی این مجموعه آموزشی هستش به عنوان دوره پیشرفته مذاکرات تجاری بین تمام این پکیجی که در قالب این چهار آموزش مهیا شده شرطی رو فراهم میکنه برای شما عزیزان که بتونید با علم به اصول و قواعدی که وجود داره وارد مبحث قرارداد نویسی مبحث مذاکرات بین در حوزه تجارت و مسائل مربوط به تجارت بشید و بر این اساس انشالله زمینه ای فراهم میشه که تمام موارد مورد نیاز شما بهش پرداخته بشه و به نوعی اونها رو ما مد نظر قرار بدیم عزیزان توجه داشته باشند ما در این دوره های آموزشی جوری تهیه شده که در واقع اینها خیلی مرتبط به هم نباشه و ادامه هم نباشه اما قطع به یقین به اصطلاح این که شما اون دوره های قبلی رو ملاحظه کرده باشید و آموزش ها رو در واقع گرفته باشید به تب میتونه بسیار در یادگیری این دوره مفید به فایده باشه البته این رو هم بگم مذاکره و قرارداد نویسی تجاری مسائلی نیستن که اینها در واقع با یک دوره آموزشی دو دوره آموزشی و چند دوره آموزشی اینها بشه همه مباحثش رو پوشش داد بسیار مباحث گسترده داره که اینها در حین کار و در واقع زمانی که بخوایم کاری رو عملیاتی بکنیم بسیار اینها به کار ما میاد و یادگیری در حین کار و در شرایطی که ما اونها رو میخوایم که وارد بازار کار بشیم بهتر یاد خواهیم گرفت عزیزان دوره قبلی آموزش ما رو اگر ملاحظه فرموده باشید دوره مقدماتی مذاکرات تجاری بین المللی سعی شده توی اون دوره بیشتر به مباحث روانشناختی شخصیت شناسی و اکت های شخصیتی افراد در مذاکرات پرداخته بشه و از حیث روانشناسی و روانشناختی به مبحث مذاکره و مذاکره شوندگان نگاه بشه توی دوره قبلی که پیش زمینه این دوره هستش به نوعی ما از مباحث فنی فاصله گرفتیم و صرفا اومدیم به مباحثی که در مذاکرات عادی روزانه ما فارغ از مذاکرات تجاری مذاکرات کاری یا هر موضوع دیگه‌ای بهش پرداختیم یک نکته رو که من در آموزش قبلی بهش میپرداختم و این در این دوره هم قطعا بهش خواهم پرداخت این هستش که مذاکره رو دوستان ما صرفا یک مذاکره سیاسی اقتصادی تجاری که یه ادهی با حالا لباس اوتو کشیده این سمت و اون سمت میز نشستن و راجع به یه موضوع خیلی مهم و حیاتی دارن صحبت میکنن ندونیم ما در طول زندگی روزمرمون بسیار وارد مذاکره میشیم چندین بار وارد مذاکره میشیم خواسته که از پدرمون داریم رو در قالب مذاکره ازش میخوایم وقتی داریم تاکسی رو در بست میگیریم باهاش مذاکره میکنیم قبل از اینکه سوار بشیم راجع به قیمت خدمتی که میخواد به ما بده باهاش بحث میکنیم با وقتی میریم خرید بکنیم و تخفیف میخوایم از فروشنده در واقع داریم مذاکره میکنیم بنابراین مذاکره یک روزمرگی هستش یک اتفاقی هستش که در طول روز بارها و بارها برای ما اتفاق میفته بدون اینکه خودمون خبر داشته باشیم برای عزیزان توجه داشته باشند خود حضور در جامعه ارتباط با افراد مختلف خودش بزرگترین تمرین هستش برای یادگیری اصول مذاکره که ما هم در این دوره آموزشی مهارت‌های فنی ترش رو سعی می‌کنیم خدمت شما بزرگواران ارائه بکنیم تو این بخش ارائه کوتاهی خواهیم داشت از آموزشمون همونجوری که تا الان خدمتتون عرض کردم ببینید عزیزان یه نگاهی به مؤسسات مطالعاتی و پژوهش‌های تجاری تجارت جهانی نگاه بکنیم که اینها تو مسیرهای طراحی شده که نشون میده که یکی از زمینه های برنامه‌ریزی این موسسات رویا روی دو یا چند نفر برای آموزش هاشون هستش و اینها رو میاد و توی این موردها به مخاطبین خودشون آموزش میدن مؤسسات بزرگی تو این حوزه دارن فعالیت میکنن اگه ما بخوایم یک تعریف کلی از مذاکره ارائه بکنیم مذاکره رویا روی میان دو یا چند فرد حقیقی حقوقیه که برای یه هدف مشترک یا برطرف کردن یه اختلاف یا به دست آوردن یک منفعت مشترک دور یک میز میشینند و با هم دیگه مذاکره میکنند تا به اون هدف برسند بنابراین مذاکره رویا روی دو یا چند نفره حالا اینها نماینده های شرکتشون هستن من و پدرم هستم شما و بقال محلتون هستید برای به دست آوردن یه هدف مشترک که برطرف کردن یه اختلافه یا نیل به یه هدف و منفعت مشترک هستش جلوی هم قرار میگیرن و مسائل و مشکلات خودشون رو مطرح می و اونها رو رفع و رجوع میکنن در قرارداد تجاری بینالمللی فرهنگ مذاکراتی ملل گوناگون قراردادهای تجاری جهانی قراردادهای بینالمللی قوانین بینالمللی سرمایه‌گذاری و ارتباطات بینالمللی در واقع از مهمترین مباحثی هستند که ما باید بهشون بپردازیم ما تو این بخش اول از همه منابعی رو جهت مطالعه معرفی می‌کنیم که عرض کردم در واقع تلاش شده این مجموعه آموزشی جامع و کامل و شامل باشه اما به هر حال مطالعه منابع بین‌المللی منابعی که به خصوص به زبان لاتین هستن و متأسفانه تو این حوزه خیلی کم ترجمه ما داریم اینها بسیار به شما کمک خواهد کرد و میتونه براتون مفید باشه من بهترین منابع رو تلاش کردم که یه خلاصه ای ازشون خدمتتون بگم و بهتون ارائه بکنم همونجوری که گفتم این منابع قطعا میتونه مطالعش برای شما مفید به فایده باشه اما در عین حال ارز میکنم باسم که برای شروع کار این پکیج آموزشی تلاش کرده که به بهترین شکل ارائه بکنه منابع مورد نظر رو منابعی که من میخوام خدمت شما بزرگواران توی این بخش آموزش ارائه بدم و معرفی بکنم جنبه های تئوریک و ابزارهای تئوریکی که توی مذاکره استفاده میشه یا توی زندگی فردی و اجتماعی نیاز هستش میاد و ارائه میکنم توی اینها بعضی از این منابعی که حالا جلوتر بهش پرداخت خواهیم شد توی همین جلسه آموزشی تمرکزشون در واقع روی مباحث روانشناسی هستش و توی زندگی فردی و حرفه ایتون هم قطع به یقین به کار خواهد اومد خب اولین کتابی که من میخوام بهتون معرفی بکنم از همه اونها معروف تر هستش کتاب هستش مذاکره هستش این نویسنده این کتاب لویکی معروف تو مذاکره تو اصول مذاکره این کتاب رو کتاب حالیده مذاکرات میدونن دوستانی که رشتهای فنی خونده باشن میدونن اهمیت کتاب هالیدی توی فیزیک توی علوم پایه کجاست کتاب نگوشیشن لویکی که معروف هستش به کتاب لویکی این در واقع جایگاه کتاب هالیدی رو در فیزیک داره یک کتاب به شدت مرجع بسیار میتونه راهگشا باشه خوشبختانه تو کشور ما ترجمه شده ارائه میشه این کتاب رو به سختی میشه پیدا کرد ولی کتاب مرجع و کتاب بسیار مفیدی هستش این کتاب میاد به یه شکل علمی توی چارچوب در واقع دقیق و مشخص اگه از من بپرسید برترین ویژگی این کتاب چیه عرض میکنم کنم خدمتتون که چارچوب داره و این کتاب همینجوری بسته نشده فقط یک کتاب نشده کاملا چارچوب داره برنامه ریزی داره برای ارائه آموزش و مباحث مختلف و توی این حوزه میاد بهش اشاره میکنه طبیعتا اگه بخواید همه حوزه رو به صورت گسترده و عمیق بشناسید به کتاب و مقالات اختصاصی باید مراجعه بکنید اما باز هم عرض می‌کنم کتاب نگوشیشن لویکی به شدت میتونه برای شما کارگشا باشه و به شما کمک بکنه پیشنهادم این هستش که کتاب رو به زبان اصلی مطالعه بفرمایید کتاب رو کلا به زبان اصلی بخونید کتاب های تو این حوزه رو همین که تقویت زبانتون میشه اصطلاحات تو این حوزه رو بهتر یاد میگیرید حتما این کتاب رو بهتون معرفی میکنم کتاب جامعی هستش و این برای شروع مذاکرات به شما بسیار راه بشا باشه کتاب لویی کیو ساندرز یه فهرستی از منابع و مراجع رو به شما معرفی میکنه که خودش میتونه یه مسیر خیلی خوبی رو به شما به عنوان یک آموزگیر و آموزشگیر رو بتونه به, به شما کمک بکنه به عنوان یک درس آموز Getting تویس yes. کتاب مشهور فیشر کتاب بعدی هستش که میخوام به شما معرفی بکنم این کتاب با وجود اینکه قدیمیه همچنان به عنوان یه مرجع آموزش خیلی معتبر تو دانشگاه جهان داره کتاب Getting to Yes کتاب فیشر معروف هستش داره توی دنیا تدریس میشه توی کشور ما ما دانشکده نداریم که این درست را ارائه بکنه فکر کنم دانشکده وزارت خارجه این درس رو ارائه میکنه اما دانشکده ای که این کار رو انجام بده به صورت تخصصی ما نداریم و در واقع توی دنیا اینها وجود داره و کتاب گتینگ توی یکی از کتاب‌های در واقع مرجع آموزشی هستش تو این حوزه کلا این کتاب کتاب فیشر دو بخش عمده داره خب این کتاب عزیزان همینجوری که خدمتتون عرض کردم دو بخش داره محتوای این کتاب دو بخشه یه بخشش ویژگی‌های مذاکره کننده اصولی و ویژگی که یک شخص مذاکره کننده باید به صورت جامع داشته باشه که بتونیم بهش بگیم مذاکره کننده موفق بهش پرداخته و یه بخشش هم به این میپردازه که مذاکره باید چه ویژگی های خاصی داشته باشه خود ذات مذاکره باید چگونه باشه و به چه شکل پیش بره برای این کتاب فیشر هم کتاب مفیدی هستش و حتما به عزیزان پیشنهاد میکنم که فایلش رو مطالعه بکنم فایل اصلیش رو هم مطالعه بکنم کتاب بعدی در واقع تحلیل مذاکرات هستش کتاب رایفا بسیار این کتاب کتاب مرجعی هستش و کتابای بسیار مفیدی هستش یه مقداری این کتاب تمایزش با دیگر کتاب ها این هستش که یه مقداری بحثا رو به سمت تصمیم گیری میبره و به طور کلی مذاکره رو رشته از تصمیم ها معرفی میکنه رایفا تو این کتاب اصلی ترین موضوعی که توی مذاکره ما به دنبالش هستیم یعنی موضوع تصمیم میپردازه ببینید برنامه ریزی رو رایفا بررسی میکنه فرایندهای های تصمیم گیری تو مذاکره رو بررسی میکنه تفاوت های تصمیم گیری فردی و گروهی تو مذاکره رو بررسی میکنه مهمتر از همه خطاهای شناختی مربوط به تصمیم گیری رو بهش میپردازه و رابطه بین تصمیم گیری، قضاوت و نظریه بازی ها رو خیلی 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 جذاب بهش میپردازه من کتاب مشهوری هستش در واقع بالانس و تعادلی برقرار کرده بین بعد روانشناسی مذاکرات و بین بعد تصمیم سازی و خطاها و این موضوعات رو به خوبی بهش پرداخته دوستان توجه داشته باشید حالا جلوتر خدمتتون عرض خواهم که خطا توی مذاکرات یکی از مشکلات بزرگ کسانی هستش که توی این حوزه فعالیت میکنن و دارن کار میکنن و جلو میرن برای این خطاهای شناختی که رایفا بهشون میپردازه خیلی خیلی خیلی, خیلی حائز اهمیته و بسیار میتونه برای فرایند تصمیم گیری ما و فرایند مذاکره ما مضر باشه توی این کتاب دو تا حوزه خیلی مهم بهش پرداخته شده در واقع اولی موضوع برنامه ریزی هستش رایفا میگه که ما بدون برنامه ریزی نمیتونیم وارد هیچ فرایند مذاکره بشیم یعنی بدون استثنا و بدون شک ما باید تیم رو قبل از مذاکراتمون تشکیل بدیم من این رو جلوتر خدمت رو مفصل عرض خواهم کرد باید تیم رو تشکیل بدیم که برنامه ریزی داشته باشند باید تیمهایی رو تشکیل بدیم که, که هماهنگی ایجاد بشه و در واقع یک صدای واحد رو از گروه مذاکره کننده خودمون خارج بکنیم و این رو رایفا هنر مذاکره کننده میدونه بنابراین برنامه‌ریزی یکی از موضوعات مهمی هستش که رایفا بهش پرداخته و موضوع بعدم که مقدمه‌ای رو برای تصمیم گیری بهتر و انتخاب گزینه مناسبتر توی مذاکرات ارائه میکنه یه پیش زمینه ای رو در واقع ارائه میکنه که میتونه خیلی مفید باشه تو فرنده تصمیم گیری ما و گزینش انتخاب ما ببینید عرض کردم رایفا میره وارد وادی نظریه بازی ها میشه عزیزان اگه توجه داشته باشن و اگه علاقه باشن به حوزه های عددی حوزه های خیلی ریاضی نیست واقعیت این نظری بازی ها اگه به این حوزه علاقه داشته باشن خیلی نگاه کمیگرا داشته باشن و میتونن استفاده بکنن میتونن توی از نظریات رایفا استفاده بکنن و از کتاب رایفا استفاده بکنن ما میدونیم که الان از مباحثی که رایفا ارائه کرده توی برنامه‌نویسی کامپیوتر استفاده شده و میتونن شرکت های بزرگ اومدن نرم افزار طراحی کردن و میتونن اتفاق آتی روندهای مذاکراتی رو با برنامه نویسی کامپیوتر رو پیش بینی و این خیلی های اهمیت هستش و یکی از خاصیتی که در مورد کتاب رایفا هستش اینه که چند متغیر رو میتونه دخیل بکنه میتونه کشور رو دخیل بکنه سازمان های دولتی سازمان غیر دولتی NGO ها همه رو میتونه دخیل بکنه و یک فرایند در واقع فرایند تصمیم سازی رو شبیه سازی بکنه و تحلیل بکنه بازم عرض میکنم. اگر مباحث مکانیکی تر مباحث کمی تر مد نظرتون باشه کتاب رایفا بسیار میتونه حائز توجه باشه و توصیه میکنم حتما مطالعه کتاب بعدی دوستان که میخوام بهتون معرفی بکنم عقلانیت پیش پذیر هستش از دن اریلی کتاب بسیار جالبی هستش جدای از مباحث مذاکرات میتونه بسیار تو بعد روانشناسی به شما کمک بکنه بحث خطاها رو فریلی بهش میپردازه میگه که خطا اساسا یکی از اصلی‌ترین سموم مذاکرات هستش تو های مذاکرات تجاری به خصوص بهش میپردازه و خلالی که در تصمیم گیری ما ایجاد میکنه خطاها در واقع به عنوان ترین معضل تو مذاکرات ما میدونه این کتاب در واقع به عنوان نابخردی های پیش پذیر ترجمه شده و میتونید این کتاب رو تهیه بکنید بحث خطا رو بسیار بهش میپردازه و تصمیم گیری رو پارامتری از معیارهای خطاهای ما میدونه و در واقع تصمیم گیری صحیح رو به منوط میکنه به تعداد کمتر خطاهای ما که این خودش در نوع خودش نگاهش جالبه و در واقع یک مذاکره رو در یک روند تصمیم گیری بدون خطا تعریف میکنه یک مذاکره موفق رو شاید اولش بگی خب, خب چه ربطی داره مثلا اما یادتون باشه دوستان اریلی میگه که هر چقدر خطاها کمتر باشه تصمیم گیری ها سالم تره و در نتیجه مذاکره موفق تر خواهد بود برابر این کتاب عریلی هم در واقع کتاب خوبی هستش که بهتون پیشنهاد می کنم حتما مطالعه بفرد Paradox of Choice تناقضات انتخاب اثر مشهور شوارتز باز هم ما می بینیم که توی بحث انتخاب اومده توی بحث تصمیم وارد شده شوارتز میگه که ببینید اساسا حرف و شالوده این کتاب این هستش که موضوعاتی که میتونن روی تصمیم گیری توی مذاکرات ما اثر بذارن و استراتژی ما رو توی پیشنهادی که بهشون میدیم به طرف مقابل و به تیم مقابل میدیم بسیار تأثیر بذارن فرایندی رو بین تصمیم گیری استراتژی اتخاذی و پیشنهادی به طرف مقابل میدیم شوارت برقرار کرده ببینید حرف من این هستش که میگه پیشنهادی که ما میدیم بخشی از مذاکره هستش این خیلی های اهمیته بنابراین این روند پیشنهادی خودش میتونه خیلی مفید باشه با کتاب شوارتز یه موضوع رو بهش پرداخته موضوع پشیمانی هستش که همینجور که از اسمش مشخصه وقتی ما از انتخابمون و از پیشنهادمون ناراضی باشیم مسئله پشیمانی پیش میاد شوارتز میگه این پشیمانی بسیار مخرب هستش در روند مذاکره ما و میتونه ایرادات اساسی رو ایجاد بکنه در ادامه روند مذاکره ما پس دوستان توجه داشته باشید شوارتز به مبحث پیشنهاد و انتخاب میپردازه و مسئله پشیمانی رو بولد میکنه و بهش بها میده و اون رو در واقع مسئله میدونه در مذاکرات ما این پشیمونی یه موقعی رخ میده که طرف مقابل تعداد و تنوع گزینه های پیش روی ما رو به شکل مناسب و دقیق انتخاب نکرده باشه این نوع پشیمونی معمولا باعث این میشه که رضایت ما از روند مذاکره پایین بیاد و حالا معامله در واقع به مشکل بخوره و همینجور که خدمتتون رو عرض کردم پشیمانی ها رو اصلی ترین مخرب میدونه در روند مذاکره آیه بری شوارتز برای این کتاب پرسابا چویز هم کتاب بدی نیست خیلی تخصصیه این رو خدمتتون عرض بکنم دوستان دوستان که تازه میخوان شروع بکنن این کتاب خیلی تخصصی هستش اما من همه این کتاب هایی که اینجا گذاشتم رو به شما عزیزان معرفی میکنم به عنوان کتاب هایی که مفید هستش و میتونه برای شما کمک کننده باشه Judgment in Managerial Decision Making همینجور از کتاب مور و بازرمن مشخصه بحث تصمیم سازی در این کتاب به شدت بهش پرداخته شده البته این کتاب بیشتر بحث همینجور که ارز کردم دیسیژن میکینگ هستش و بحث تصمیم سازی بنابراین مدیرها میتونن ازش استفاده بکنن تو سطح مدیریتی میتونه مفید باشه یکی از کتاب های مرجع هستش تو رشته به اصطلاح مدیریت هم بسیار بهش میپردازن و من دیدم که تو کارنامه خیلی از این کتاب تو بخش تصمیم گیری رفرنس داده میشه و استفاده میشه مرجع مشترکی هستش تو دو دور های تصمیم گیری، مذاکره ها، قرارداد نویسی ها کتابی هستش که میگم الان هشتمین ویرایشش تو دنیا داره مطرح میشه اون چیزی که ازش خوندم ابسترکتش خوندم به نظر کتاب قوی میاد و پیشنهاد میشه حالا دوستانی که تو به خصوص بخش مدیریتی میخوان کار بکنن این کتاب رو حتما مطالعه بکنن نگوشیشن جنیوس باز بازرمن یه کتاب دیگه ای داره تو این کتاب یه یک سری داستانک در واقع میاد که اینا در حین این روایت ها و در حین این قصه ها آموزش مذاکره میده نگوشیشن جنیوس در واقع خیلی خیلی جذابه کتاب جالبی هستش تو فرایند یک داستان قرار میده خواننده رو و بر اساس اون داستان ها به شما یاد میده که چجوری مذاکره بکنید کتاب جذابیه و واقعا ما مثل این کتاب نداریم این که تو این کتاب میاد خیلی قویان. معمولا تو آموزش مذاکرات ازشون استفاده میشه به عنوان مثال و در واقع به عنوان نمونه های مذاکراتی دیگر مراجع علمی به این کتاب مراجعه میکنن و تمام کتابی که خدمتتون عرض کردم گاهن مثال از این کتاب بازرمند زدن این کتاب بقیه یه بخشش که بیشتر از همه همیت داره تو کتاب بازرمند نقاط کوری هستن که تو ذهن مذاکره کننده وجود داره و در قالب این داستانک ها بازرمند به اینها پاسخ میده و نقاط کور رو روشن میکنه بنابراین از این حیث عزیزان توجه داشته باشن نگویشیشن جنیوز کتاب جذابی هستش میتونید پی دی رو هم تهیه بکنید از فضای مجازی و اینها موجود هستش و میتونید استفاده بکنید More Beautiful Question اثر برگر توی کتاب برگر در واقع بیشتر بحث خلاقیت، بحث حل مسئله توی مذاکره بهش پرداخته میشه. اصلا این کتاب راه حل‌هایی رو ارائه میده زمانی که ما به بنبست میخوریم توی مذاکراتمون. به یک خلاقیت بجا نیاز داریم تا بتونیم به سوال‌هایی که هستش توی ذهنمون در اون لحظه پاسخ بدیم و فرایندمون رو پیش ببریم. سوال پرسیدن رو خیلی بهش اهمیت میده برگر توی کتابش خیلی بهش میپردازه. یه مهارت میدونه که تعداد زیادی سناریو که به بنبست منتهی شده رو مطرح میکنه و بر اون اساس میاد یک سری راه حل ارائه میده و تقویت بحث خلاقیت توی مذاکره رو مد نظر داره موضوعی که عزیزان بسیار حائز اهمیت هستش توی مذاکره خلاقیت هست و اون خلاقیت رو فراموش نکنید ما باید در شرایطی ارائه بدیم که شرایطمون خیلی نرمال و طبیعی نیست ما گیر افتادیم ما به بنبست رسیدیم و این بنبسته هستش که ما رو وادار میکنه که راه حل های جدید ارائه بدیم و حل مسئله رو پیگیری بکنیم توجه داشته باشید کتاب برگر این موضوع رو به خوبی مطرح میکنه که بنبست آخر مذاکره نیست بنبست مسیری هستش که خلاقیت میطلبه و حل مسئله رو توی مذاکره به ما گوشزد میکنه بنابراین عزیزان این کتاب رو هم من بهتون توصیه میکنم به عنوان مراحل نهایی مطالعاتتون توی این حوزه چون کتاب تخصصی هستش یه مباحث روانشناسی سنگینی داره یه مباحثی رو میاد توی اصول مدیریتی ارائه میده ولی در کل کتاب جذاب و قابل توجهی هستش کتاب بعدی کتاب پترسون هستش گفتگو مذاکره رو تو بر اساس ارزش و آنچه که مورد بحثه طبقه بندی میکنه در واقع این کتاب یک سری گفتگو و کانورسیشن رو مد نظر خودش میگیره پترسون و مذاکره رو بر اون اساس میاد طبقه بندی میکنه بر اساس ولیو دقیقا اون چیزی که توی کتاب هستش ولیو در واقع تعیین کننده هستش که اون بحث در کجای گفتگو و مذاکره باید قرار بگیره بنابراین پترسون توی کتابش یک روند پلکانی رو ترسیم میکنه که توی روندهای مذاکره ای میتونه طبقه بندی بحث ها مباحث و اهم و فل اهم کردن اونها کمک بکنه موضوعی که توی کتاب خیلی خوب بهش پرداخته شده مدیریت مکالمه های حیاتیه ما توی مذاکرات عزیزان یه سری مکالمه هایی داریم که اینا خیلی مهم هستند و سرنوشت سازن این رو خدمتتون عرض بکنم همینجا حالا شاید یه مقدار از بحث فاصله بگیریم اما دوستان توجه داشته باشید توی مذاکره ما تحت فشاریم ما شرایط عادی نداریم روی کاناپه خونمون لم ندادیم و بخوایم فکر بکنیم ما توی شرایط غیر طبیعی هستیم شرایطی که فشار روی ما هستش یک سری مکالمات رو باید در نظر بگیریم یک سری منافع رو باید در نظر بگیریم برای شرکت خودمون برای شخص خودمون یک سری کارها مباحث مربوط به مسائل فرهنگی رو باید مد نظر داشته باشیم بحث زبان رو باید مد نظر داشته باشیم نکات بسیار متعددی باید در نظر داشته باشیم توی روند مذاکره این کتاب در واقع میاد به جزئیات و گفتگوها و مکالمات در مذاکره میپردازه مفر اصلی این کتاب هم در واقع بنا شده روی موضوع تصمیم گیری مثل کتاب های قبلی که خدمتتون عرض کردم چه اطلاعاتی رو باید در چه زمانی در اختیار طرف مقابل بذاریم در واقع این کتاب پترسون رو قطر چکان در مذاکرات میدونن یعنی به ما میگه که مثل یک قطره چکان چقدر جزئی و آرام آرام باید مکالمه های حیاتی رو در اختیار تیم مقابلمون قرار بدیم که اونها نتونن از ما سوء استفاده بکنن تو روند مذاکره و مذاکره رو به نفع خودشون تموم بکنن برای این مکالمه های حیاتی موضوعی هستش که توی کتاب پترسون بهش پرداخته شده و اینکه این مکالمات رو با بر اساس ولیو چه موقع و در چه زمانی در اختیار طرف مقابلمون قرار بدیم سایکولوژی پرسونالیتی این کتاب دوستان همینجوری که روش هستش اسمش در واقع روانشناسی شخصیت هستش دانش و مهارت مذاکره رو بهش پرداخته کاملا کتاب بین هستش مذاکره و روانشناسی هستش کردم این کتاب به صورت دقیق و کاملا کاربردی و البته تخصصی بهش میپردازه برای کسی که میخواد به عنوان یه مذاکره کننده به جنبه های روانشناختی و شخصیت شناسی مذاکره تسلط داشته باشه کاردوچی یک کتاب خیلی خوبی رو معرفی کرده به اسم سایکولوژی of پرسونالیتی این کتاب رو بچه های معمولا روانشناسی مطالعه میکنن توی کشور ما هم کتابش ترجمه شده و موجود هستش میتونید تهیه بکنید و اینکه یک گزینه خیلی مناسبی محسوب میشه در واقع برای مباحثی کسایی که میخوان روانشناسی و شخصیت شناسی توی مذاکره در نظر بگیرن کتاب بعدی کتاب ریچموند هستش نان وربال behavior این in اینترپرسونال یه کتاب جامعی هستش که در مورد ارتباطات غیر کرامی هستش این کتاب ریچموند و ویرجینیا در واقع این کتاب میتونه به عنوان یک منبع برای بادی لنگویج مورد استفاده قرار بگیره بادی لنگویج رو میتونه بسیار برای ما آسون بکنه یادگیریش رو و فهمش رو میدونید که توی مذاکرات یکی از مباحث اصلی بحث زبان بدن هستش و میتونیم به شدت از اونها از این کتاب میتونیم به شدت بهره بگیریم و استفاده بکنیم کتاب خیلی مفیدی هستش و بهتون توصیه میکنم حتما این کتاب رو در این مورد مطالعه بفرمایید همه جنبه های غیر کلامی رو چه موضوعات روانشناسی چه موضوعات محیطی و غیره رو توی این بخش حالا و به خصوص روابط رئیس و کارمند رو مورد توجه قرار میده ما تو مذاکره معروف هستش که اگر یک فرایند بالا به پایین رو طی بکنیم میتونیم به مذاکره موفقی رو پیش ببریم در واقع ریچموند همین موضوع رو بهش پردازه و میگه در اولین گام های مذاکره ما زبان بدن ما هستش و ما ارتباطات غیر کلامی هستش و این ریشمون میاد یک گام عقبتر بررسی میکنه فرایند مذاکره رو و اون رو مورد توجه قرار میده You just don't understand کتاب تنن هستش دوستان این کتاب یه نگاه متفاوتی داره نگاه در واقع فمینیستی هم میشه گفت داره و بحث مذاکره و ارتباطات رو جنسیتی نگاه میکنه و تفاوت بین زن و مرد رو بررسی میکنه مثلا میگه که به لحاظ بیولوژیک زنها یک سری خصوصیت ویژگی دارن مردها یک سری خصوصیت ویژگی دارن تفاوت ارتباطی زن و مردها رو بررسی میکنه و نهایتاً مدلی رو ارائه میده که ما بتونیم با یک تیم مذاکره کننده با جنسیت مختلف بتونیم در واقع لینک بشیم و بتونیم ارتباط سازنده برقرار بکنیم بنابراین عزیزان این کتاب مراحل نهایی آموزشتون بهتون معرفی میکنم تو مراحلی که حالا کتاب قبلی رو مطالعه کرده باشید خیلی تخصصی میشه و مباحث بیولوژیکی رو مطرح میکنه جذاب هستش در نوع خودش اما در حال اگر دوستان اول کار هستن خیلی پیشنهاد نمیشه که این کار رو بکنن difficult conversations کتاب استون هستش مکالمات سخت مهارت ارتباطی رو توی این کتاب بهش پرداخته شده و سعی کرده توی مباحث ارتباطی وارد بشه کسانی که حتی روانشناسان این کتاب رو برای کسانی که کمرو هستن خجالتی هستن این کتاب رو معرفی میکنن یه فرآیندهای کلامی رو آموزش میده که برای ساده تر شدن روند مذاکره و مکالمات روزمره حتی خیلی کتاب مفیدی هستش کتاب استون استون میاد فرض میکنه که شما یه گفتگوی خیلی دشواری رو شروع کردید و سطح های اولیه رو از پیش رو برداشتید و میاد بعد در این شرایط یه مدل ترکیبی از حمله و دفاع توی مذاکره رو براتون می تعریف میکنه و به این شکل مذاکره رو به شما آموزش میده بنابراین اون چیزی که استون بهش میپردازه هم به نوعی روانشناختی هستش و روانشناسانه هستش استون مراحل اولیه گفتگو رو سختترین مرحله در مذاکره میدونه و میگه که کسی که از این مرحله عبور بکنه در واقع میتونه مدیریت بکنه و میتونه از دفاع به حمله وارد بشه To save everything click کتاب موروزوف کتاب خیلی مشهوری هستش که میتونید بهش استنادهای خوبی بکنید این کتاب اگه بخواید به صورت تخصصی تو مورد ارتباط فضای دیجیتال و این چیزها وارد میشه موضوعی که موضوع روز ما هستش این روزها و میاد این کتاب بررسی میکنه که آیا مرزهای فضای دیجیتال و مذاکرات دیجیتال حال مذاکره که عرض میکنم شاید مصاحبه و مباحثه شما با دوستتون توی فضای مجازی باشه میاد بررسی میکنه میگه این مرزها رو پررنگ رنگ میکنه کمرنگ میکنه و بهش میپردازه و یک به یک آیتم هاش رو شناسایی میکنه یه بخش مهمی از این تضادها و تعارضا مربوط میشه به چالش های ارتباطی توی دنیای امروز که بهش میپردازه و یه تحلیل خیلی دقیق فلسفی رو ارائه میکنه بنابراین کتاب تو سیو کتابی هستش که خاصه روی کرده متفاوتی داره و مطالعه موردی انجام داده روی مباحث ارتباطی عرض کردم خدمتون این کتاب چارچوبی برای طرح سوالات جدید تو ارتباطات و مذاکرات و فضای آنلاین خب دوستان ما اومدیم و توی مرحله اول توی گام اول یک سری منبع خیلی خوب رو به شما عزیزان معرفی کردیم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه حالا خیلی جدی وارد مبحث خودمون میشیم و اول از همه میایم و تعاریف رو ارائه میکنه دوستان مذاکره چیه همینجور که خدمتتون عرض کردم اولین و بهترین تعریفی که میشه از مذاکره داشت همین هستش که ارتباط دو یا چند نفر حقیقی یا حقوقی برای ریسال کردن و حل کردن یک مشکل و رسیدن به یک منافع مشترک رسیدن به یک منفعت مشترک حالا مذاکره به معنی کلیش دوستان یعنی برقراری ارتباط جهت تنظیم مواردی با توافق متقابل این تعریف علمی هستش که ما در مباحث تجارت بین‌المللی بهش می‌پردازیم بنابراین برقراری ارتباط جهت تنظیم مواردی با توافق متقابل اما همینجوری عرض کردم تعریفی که من در مورد مذاکرات روزمرهمون داشتم همون هستش که ما یک سری یک منفعتی داریم میخوایم برش بریم برای یک شخص با یک شخص یا برای یک شخص مذاکره بکنیم و به هدف خودمون نائل بشیم اصل و معیار اصلی مذاکره دوستان تعارض منافع هستش و هدف از مذاکره در واقع رفع این تعارضات هستش بنابراین فکر نکنید ما توی مذاکرات میریم با هم دیگه احوال پرسی میکنیم خیلی خوبه و اگر اتفاقا اکثر مذاکرات بسیار چالشی هستند و بسیار تنش آلود حتی پیگیری میشن تعارض هستش که ما رو پای میز مذاکره میکشونه ببینید برقراری ارتباط موفق اصل اساسی یک مذاکره نتیجه منده این که، دیگه واضح هستش و اصلاً نیاز به گفتن نداره ما اگه بتونیم خوب ارتباط برقرار بکنیم حتما میتونیم موفق باشیم تو روند مذاکره خودمون روش های مذاکره مختلف رو باید یاد بگیریم و بدونیم که اگر یک روش ما به بنبست خورد روش های دیگه بشه شکل میتونه پیش بره و به ما کمک بکنه این هم خیلی موضوع مهمی هستش در واقع دوستان مذاکره کردن یعنی تبادل نظر با دیگران با هدف رسیدن به سازش توافق این هم یک ارائه دیگه از تعریف مذاکره هستش این روندی که من دارم خدمتون عرض می کنم باید امتیازهای متقابلی رو رد و بدل بکنه یعنی باید منتج بشه به این موضوع که امتیازهای متفاوتی رد و بدل میشه ما اینجوری نیست که همه چی رو بگیریم و بریم به سلامت ما یک چیزهایی رو میدیم یک چیزهایی رو میگیریم اما منافع ما تعیین میکنه که چه چیزهایی رو بدیم چه چیزهایی رو بگیریم چه چیزهایی کم هست برای گرفتن و چه چیزهایی زیاد هست یه موضوع دیگه که باید بش بپردازیم ناسازگاری تو مذاکراتمون هستش یعنی مقابله با سلاح، جنگ، منازعه، برخورد با استدلال‌های متعارض، حتما ما نگیم ناسازگاری، ما توی وقت مذاکره میکنیم ما به جنگ که منتهی نمیشه به سلاح و منازعه هم حتی منتهی نمیشه ناسازگاری در واقع برخورد با استدلال‌های متعارض هستش در روند مذاکره ما. این چنین فرض بکنیم دوستان که ناسازگاری در مذاکره جایگاهی نداره. در واقع این کلمه رو نباید در توصیف موانع به کار برد واقعیت اینه که اگه طرفین با پیشنهادات نو و تازه وارد مذاکره بشن اختلافات برطرف میشه مذاکره ها دوستان در مذاکرات تجاری بین با یک سری موانع روبرو هستند این موانع رو من همین استدلال های متعارض میدونم موانع رو ناسازگاری میدونم بنابراین موانع عیناً به این معنی نیستن که ما میخواد مذاکره به نتیجه نرسه میخواد به جنگ منتهی بشه به استفاده از سلاح منتهی بشه یا علق سلاح هازا در واقع اولین هدف مذاکره اینه که با دادن یه سری امتیاز متقابل اختلاف نظرها مرتفع بشه اختلاف نظرها زمانی ایجاد میشن که طرفین به فکر برداشت حداکثری از منافع خودشون باشن خب این عادی هستش ما همه انسان هستیم و همه رئالیست هستیم و واقعگرا هستیم و به برداشت حداکثری از منافع خودمون هستیم در واقع این نگاه مورگنتا که انسان ها در واقع گرک هستن یک واقعیت و همه ماها به دنبال بهره برداری از حد اکثری از منافع خودمون هستیم بنابراین استنباط ناسازگاری تو روند مذاکره ارتباطی عینا به زیان آور بودن مذاکره نداره استلال ها متعارض ناسازگاری وجود داره اما اینجور نیستش که روند مذاکره اون با شکست رو برو بشه و اصلا فلسفه وجودی ما در مذاکره برطرف کردن استدلال های متعارض و ناسازگاری هستش عزیزان این موضوع مد نظر داشته باشه یه چیزایی هستن دوستان تو روندهای مذاکره اون که مذاکره به حساب نمیان و استثناءات مذاکره هستن نداشتن قصد سازش با طرف مقابل یه جور ایستار غیر مذاکره ای هستش یه جور ستوپ مذاکره ای هستش بنابراین عزیزان توجه داشته باشید ما نمیتونیم بریم توی روند مذاکره ای بدون اینکه قصد سازش داشته باشیم ما اگر حضور داریم در مذاکره دلیلش اینه که قصد و انگیزه برای سازش داریم عزیزان توجه داشته باشن تجارتی که بر اساس شرایط یه جانبه باشه اصلا به مذاکره نیاز نداره اون دیگه در واقع تجارت نیست و استعماره همون چیزی که تو قرن‌های گذشته ما می‌دیدیم مثلا دولت‌های غربی به جوامع جهان سومی یک سری کالا رو غالب می‌کردن و مجبور می‌کردن به وارد کردن اونها اون زمان مذاکره‌ای وجود نداشت اما الان مذاکره ما داریم برای اینکه از ایثارهای غیر سازنده فاصله بگیریم انعطاف پذیری داشتن منافع دو طرفه سازش و در واقع پرهیز از رفتار پرخاشگرانه اینا مباحثی هستش که تو مذاکره حتما باید بهش بپردازیم و اگر اینها نباشه ما نمیتونیم بگیم مذاکره ای داریم دوست ما نباید احساسی برخورد بکنیم با فرایندهای مذاکره ایمون یادمون نره مذاکره تجاری با مذاکرات سیاسی مجزا هستند تو مذاکرات تجاری خیلی روندهای قدرت گذار نیستن اما مذاکرات سیاسی رو در واقع روابط های قدرت میسازن همون نگاه که ماکیوالی یا امثال اون داشتن به مبحث سیاست برای توی مذاکره برای مسائل تجاری ما میریم که حد اکثر منفعت رو ببریم با تامین منفعت طرف مقابل توی مذاکره همواره یه محیطی هست شکل میگیره این محیط حالا هر جایی میتونه باشه کشور سالس میتونه باشه کشور میزبان کشور میهمان میتونه باشه شرکت میزبان شرکت میهمان و مواردی از این دست محیط مذاکره رو عزیزان شرکت کننده ها رقم میزنند و ایجاد میکنن رفتار شرکت کننده ها نباید طوری باشه که این محیط رو متشنج بکنه و بخواد با مشکل روبرو بکنه محیط مذاکره توسط مذاکره کننده ها شکل میگیره توی ایجاد یه محیط مناسب و سازگار برای مذاکره عوامل متعددی میتونن تاثیر داشته باشن یکیش رفتار دوستانه بدون ایجاد حس برتری نسبت به طرف مقابله رفتار معدبانه هستش ادب دوستان بسیار توی روندهای مذاکره مفید هستش انعطاف پذیری هستش انعطاف میتونه شرایط محیطی رو تلطیف بکنه و مسائلی که پیش میاد ناراحتی ها و تنش های احتمالی که ممکنه از سر ناسازگاری ها پیش بیاد به بهترین شکل انعطاف ما میتونه مدیریت بکنه اینکه احساس برتری نداشته باشیم نگاه بالا به پایین به طرف مقابلمون نداشته باشیم خیلی های اهمیت هست و بسیار میتونه مفید باشه در واقع همون محیطی که خود شرکت کننده ها به وجود آوردن بنابراین اگر دیدیم جو متشنج هستش در واقع ما خودمون مقصر هستیم که اون جو رو ساختیم ما منظورم شرکت کننده ها در روند مذاکره ای هستش 50 درصد طرف مقابل ما هستیم ما باید انقدر حرفه ای عمل بکنیم که اگر طرف مقابل هم تلاش کرد جو رو به هر دلیلی متشنج بکنه ما اقدام به مدیریتش بکنیم و بتونیم اون رو به خوبی پوشش بدیم یه موضوع دیگه که توی مذاکره بسیار مهم هستش باید درش پرداخته بشه مسئله مذاکره و وابستگی متقابل هستش فراموش نکنیم داشتن منافع متقابل اساس یک مذاکره رو تشکیل میده جهت اینکه بخوایم درک بکنیم رابطه وابستگی متقابل و مذاکره رو باید تعریف مذاکره برگردیم داشتن منافع متقابل اساس مذاکره است بنابراین مذاکره انجام میشه چون وابستگی متقابل وجود داره چون منافع متقابل وجود داره وابستگی متقابل وجود داره مذاکره باید در این فرض استوار باشه که طرف مقابل نمیتونه چیزی که میخواد بفروشه رو بدون حضور خریدار ارائه بکنه بنابراین تصور این رو که نباید داشته باشیم که در واقع میخوام این رو عرض کنم که دو طرف مکمل همدیگه هستن نگاه بالا با به پایین جایگاهی نداره تو روند مذاکره تصور این که برتری داشته باشیم تو فرآیند مذاکره موضوعی هستش که خیلی زیان آوره و میتونه بسیار ضربه بزنه به ما احساس وابستگی که متقابل دوستان نباید به هر گونه گردن نهادن در واقع به های طرف مقابل منجر بشه وابستگی متقابل زمانی به بهترین شکل به کار برده میشه در واقع که به جای تبدیل شدن به منبعی برای ایثارهای منفی محیط دوستان رو به وجود بیاره و بتونه اون محیط رو با اشتیاق مدیریت بکنه مهارت توی مذاکره دوستان موضوع بعدی که میخوام بهش بپردازم صرفا بعدی که میخوام بهش بپردازم مهارت در مذاکره هستش مهارت مذاکره نه تنها موضوع حیاتیه بلکه تعیین کننده و سرنوشت سازه باید تاکید کرد که داشتن مهارت توی مذاکره معیار اصلی مذاکرات به خصوص مذاکرات تجاری بین المللی هستش بنابراین تیم های حرفه ای داشتن و تیم های حرفه ای رو معرفی کردن به روند های بسیار میتونه حائز اهمیت بشه. عزیزان توجه داشته باشه حرفه‌ای بودن یعنی برخورداری از خصیصه ها و ویژگی های یک حرفه حرفه ما در اینجا مذاکره هستش و بحث کردن هستش یعنی یه کار تخصصی یا به خصوص به کار گرفتن شغلی که شاخه از یه دانش پیشرفته باشه بنابراین مذاکره شما یک علم بدونی مذاکره از یک علم هستش که باید به شدت بهشون بپردازیم و علمی بررسیش بکنیم مهارت توی مذاکره کلیدیه حیاتیه و عامل اصلی موفقیت توی مذاکرات ما هستش بنابراین جلسه مذاکره زمانی ارزش پیدا میکنه که تیم مذاکره کننده حرفه ای وجود داشته باشه توجه به حرفه بودن تیم مذاکره یکی از ارکان اصلی مذاکره موفق هستش و باید به اونها به بهترین شکل ممکن پرداخته بشه و ما اون رو منجو من مدیریت بکنیم عزیزان این بحث ما به پایان رسید موضوعاتی رو بررسی کردیم موضوعات کلیدی بود چند منبع معرفی کردیم و در مورد اصول اولیه مذاکره خدمت شما بزرگان عرض کردیم یه سری باید و نباید ابتدایی رو در خصوص مبحث مذاکره بهش پرداختیم امیدوارم که مفید بوده باشه حتما منابع رو بررسی بکنید مهارت زبانی خودتون رو بالا ببرید و انشالله بتونیم طی دوره حالا متوسطی دوره میان مدت در واقع بتونید به یک مهارت مفیدی تو زمینه مذاکرات برسید خیلی ممنون از وقتی که من دادید פתח תשעור בחטא